برنو اندیشان تقدیم میکنند. سلام، امروز بخوام در مورد آزمون دولینگا صحبت کنم. آموزش آمادگی آزمون دولینگا. توی این آموزش به صورت جامع و گام به گام هست، یعنی از 0 تا 100 آمادگی آزمون دولینگا رو به صورت MP4 و با زبان ساده و قابل فهم میتونید یاد بگیرید. تمرین و تکرار بسیار زیاد در این امر مهمه و تمرین متنوع به هدف هم مهارت‌های خودتون در هر بخش آزمون تقویت کنید. دسترسی مادام العمر هم دارید به آموزش. آشنایی کامل با ساختار و بخش‌های مختلف آزمون دولینگا رو یاد می‌گیرید. آموزش تکنیک‌های پاسخ‌دهی به سوالات هر بخش رو یاد می‌گیرید. ارائه نقاط ترفندهای طلایی برای کسب نمره بالا رو یاد می‌گیرید. بررسی نمونه سوالات و پاسخ‌های تشریحی هم رو یاد می‌گیرید. حالا ویژگی برجسته آزمون دولینگو چیه؟ دسترسی آسان، در هر زمان مکانی واسه به کامپیوتر و وبکم در آزمون شرکت میکنید. هزینه مناسب داره. هزینه آزمون دولینگو نسبت به سایر آزمون بین‌المللی بسیار کم داره. نتیجه سریع، نتیجه آزمون خود را در کمتر از 48 ساعت دریافت میکنید. اعتبار جهانی، نتیجه آزمون دولینگو توسط بیش از 4000 دانشگاه و مؤسسه آموزشی در سراسر جهان پذیرفته میشود. امنیت بالا رو داره. داریم در این آزمون دولینگو با استفاده از تکنولوژی پیشرفته امنیت و صحت نتایج را تضمین میکند. انعطاف‌پذیری، میتوان در صورت عدم رضایت نتیجه مجددا در آزمون شرکت کنید. مزایای شرکت در آزمون دولینگو: افزایش شانس پذیرش در دانشگاه های برتر. مثل چی؟ حالا با ارائه نمره بالای دولینگو شانس پذیرش خود را در دانشگاه معتبر افزایش خواهید داد. دریافت ویزای تحصیلی یا کاری. نمره دولینگو میتواند به شما در دریافت ویزای تحصیلی یا کاری کمک کند. ارتقای رزومه. نمره دولینگو نشان دهنده تسلط شما به زبان انگلیسی است و میتواند رزومه شما را تقویت کند. پیشرفت شغلی. تسلط به زبان انگلیسی میتواند به شما در پیشرفت شغلی به کسب درآمد بیشتر کمک کند. آمادگی برای آزمون دولینگو. برای آمادگی در آزمون دولینگو میتوانید از منابع آموزشی متنوع مانند پکیج‌های آموزشی، کلاس‌های آنلاین، اپلیکیشن دولینگو و نمونه سوالات آزمون استفاده کنید. همچنین میتوانید با شرکت در آزمون‌های آزمایشی نقاط ضعف خود را شناسایی کرده و آنها را برطرف کنید. آزمون دولینگو فرصتی استثنایی برای دستیابی به اهداف تحصیلی و شغلی شماست. با شرکت در این آزمون پتانسیل‌های خود را شکوفا کنید و به آینده روشن برای خود رقم بزنید. حالا آزمون انگلیسی دولینگو، بهش میگن دولینگو انگلیش تست یا DET، یک آزمون استاندارد مهارت محور زبان انگلیسی، یعنی مهارت زبان انگلیسی شما رو می‌سنجه، برای افراد غیر انگلیسی زبان است. آزمون دولینگو توسط شرکت فناوری آموزشی دولینگو توسعه یافته است و در سال 2016 منتشر شد. این آزمون از سوی بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات به عنوان معیاری قابل پذیرش برای سنجش مهارت در زبان انگلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به عنوان مثال کشور ایرلند این آزمون را به عنوان بخشی از ویزاهای دانشجویی خود می‌پذیرد. این آزمون یک آزمون تطبیقی و آنلاین است. برای شرکت در آزمون دولینگو به رایانه‌ای با اتصال اینترنت و دوربین جلو نیاز است. کل آزمون به صورت آنلاین انجام می‌شود. ناظران تصویر و صدا را بررسی می‌کنند تا مطمئن شوند که از قوانین پیروی می‌شود. نتیجه آزمون تا 48 ساعت پس از آزمون برای متقاضی و مؤسسات آموزشی مورد نظر ارسال می‌شود. آشنایی با آزمون دولینگو. شما در چک برای شرکت در آزمون چه آشنایی با آزمون دولینگو، همون آزمون دولینگو، نیاز به مهارت‌هایی دارید. مهارت‌های زبان انگلیسی که مهمترین چیزها اسپیکینگ، مهارت گفتاری و یا اسپیکینگ، مهارت شنیداری و یا لیسنینگ هست. مهارت گفتاری و شنیداری جز مهارت‌هایی هستن که در هر زبانی، حالا مثل انگلیسی، فرانسوی، عربی، آلمانی، اسپانیایی، ایتالیایی، هر زبانی با هم در ارتباطه. چون کسی که میتونه خوب صحبت کنه، از اون خوب میتونه بشنوه. کسی که خوب میتونه بشنوه، میتونه خوب صحبت کنه، که برای مورد دوم استثنایی هم داریم. بعضی میگن خوب میتونیم بشنویم ولی نمیتونیم صحبت کنیم. اینا هم هست. ولی کسی که خوب صحبت کنه، خوبم میشنوه. بعد اینکه اینو با تقویت بکنید برای شرکت در آزمون دولینگو، چون مهمه دیگه. بعد اینکه مهارت‌های زبانی، لغات، مثلا لغات خوبی رو بدونید، دایره لغات بسیار بالایی رو برای خودتون باید داشته باشید. مثلا چی؟ مثلا فریز، مثلا جملات مرکب، کلمات مرکب که بهش میگیم compound words. بعد تلفظ باید خوب باشه، لهجه مهمه، لهجه بریتیش یا امریکن رو باید انتخاب کنید. بعد تسلط بر روی گرامر از اهمیت بسیار
بالایی برخوردار از یعنی تسلط بر یک نامه، یعنی شما باید چی رو بلد باشید؟ بگید جمله سازی. جمله سازی تو باید خیلی خوب باشه. جمله سازی اگه قوی باشه شما دیگه مشکلی براتون پیش نمیاد در خصوص صحبت کردن. اون افرادی که در خصوص خود صحبت کردن مشکل دارن بیشتر جمله سازی رو ضعیفه که ناشی از چی میاد؟ باید چی رو قوی کنیم؟ گرامر رو باید قوی کنیم. تلفظ، تمام. گرامر به شما میگه جمله سازی چیه، که مثلا فاعل و فعل و فعل اصلی و مفعول و قید مکان و قید زمان. حالا این فاعل و فعل اصلی، مفعول و قید مکان، قید زمان فرمول جمله سازی هست. بعد فاعل و فعل اصلی، مفعول و قید مکان، قید زمان. بعضی وقتا قید حالت هم میاد اینجا. بعضی وقتا فاعل فعل اصلی، فعل کمکی، فعل توبی، اینا هم میاد اینجا. فقط این فرمول اکتفا نکنید، اضافه هم میشه، مخصوصا در ساختارهای مختلف مثل مثلا افعال مدال. جملات چی؟ جملات مجهول. جملات مجهول دیگه نمیگیم فاعل، میگیم مفعول. مفعول شروع میشه. جمله مفعول، جمله مجهول، جمله ای که مفعول اولشه دیگه. برای جمله معلوم تبدیل به مجهول، فاعل رو حذف میکنیم، مجهول رو به در اول فعل مفعول رو به اول جمله میاریم. خب مثلا میگیم فاعل نداریم دیگه، مثلا میگیم he is beaten. خب اون کتک خورده، از دست کی کتک خورده؟ he is beaten by مثلا the manager، او توسط مدیر کتک ایستاده. وقتی هم که بعضی وقتا خب فاعل رو داریم، ولی هر موقع ساختار فعل to be به علاوه قسمت سوم فعل اصلی، حالا هرچی رو داشتی، این میشه چی؟ این میشه فرمول مجهول. مثلا the place is cleaned and Ali came to the home. خب is clean، این ساختار مجهوله. اگر بخواید بعد مفعول رو بیارید اول جمله. خب اینم از اون پیچیدگی های جملات مجهول هست که باید بهش دقت بکنیم. is cleaned. حالا یکی دیگه هم از مواردی که شما باید در حوزه آزمون دولینگو بلد باشید که در حوزه گرامر هم بیشترین دد و تداخل رو داره چیه؟ خب زمان ها هستن. شما مثلا باید بتونید زمان حال ساده، گذشته ساده، آینده ساده، گذشته استمراری، حال استمراری، آینده استمراری، ماضی بعید، اینها رو باید بلد باشید تا بتونید در جمله سازیهاتون ازش استفاده بکنید. استفاده صحیح از این زبان هاست که میتونه از شما یه زبان آموز بسیار حرفه‌ای بسازه و افراد آزمون گیرنده بتونن به شما به چشم یک فرد با سواد نگاه بکنن و کسی نگاه نکنن که فقط اومده آزمونش رو بده بره. خب فقط بحث دادن آزمون نیست، فقط بحث داشتن دانش بالا در جهت رسیدن به موفقیت در آزمون دولینگو هست. زبان خواهم مهمه. پس چی شد؟ یه بار دیگه میریم مهارت زبان انگلیسی، گفتاری، شنیداری، لغت بسیار بالایی رو برای خودتون باید داشته باشید. مثل چی؟ فریز ها منظورم لغت عبارت هم هست، منظورم از لغت عبارت هم هست، جملات مرکب، کلمات مرکب. فریز یه جمله هست، یه جمله خاصه دیگه، یه جمله مثلا کوتاه. تلفظ باید قوی باشه، لهجهتون رو باید انتخاب کنید، بریتیش یا امریکن. تسلط برای گرامر از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. برای گرامر شما باید جمله سازیتون بسیار قوی باشه، گرامرتون جمله سازی در گرامر، تلفظتون باید بسیار خوب باشه، فاعل و فعل اصلی، مفعول و قید مکان، قید زمان، اونم فرمول جمله سازیه. اما جملات باید آشنا باشه، جمله مرکب، جمله غیر مرکب. بعد جملات مجهول، مثلا مجهول هم مثلا فعل تو بی قسمت سوم فعل اصلی بیاد میشه چی؟ میشه مجهول. زمان ها رو هم کلا بلد باشید و این چنین وقتی هر کسی اینا رو بلده میشه بهش گفت یک زبان، یک فردی هست که در زبان انگلیسی و یا هر زبانی تخصص داره. چون ما مجهول تنها در زبان انگلیسی نداریم، در زبان فارسی داریم، در زبان عربی هم داریم. البته اون به اون شکل در زبان فارسی نیست، ولی در زبان عربی هست. خب در بیشتر زبان ها هست. خب
این هم بود آشنی و آزمون دولینگا. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.